بنابراین این مؤسسات مؤسسات مختلفی هستند، بعضی هاشون تخصصی هستند و بعضی هاشون هستند که خیلی عمومی ترند. بعضی هاشون هستند که فقط در داخل آمریکا کار میکنن، یعنی در به مسائلی میپردازن که داخل آمریکا مسائل ملی هست و مسائل داخلی هست. بعضیشون به مسائل خارجی هم میپردازن. مثلا مؤسسه کارنگی یک مؤسسه بسیار بزرگ هست، مثل مؤسسه بروکینگ که به مسائل مختلف میپردازه و نه تنها در آمریکا که در کشورهای مختلف هم دفتر داره، مثلا در مسکو، در بیروت و در جاهای مختلف در حقیقت آفیس دارن و نمایندگی دارن و کار میکنن. خب در این مؤسسات چه کار میکنن؟ همونطور که گفتم این مؤسسات منحصر به ایران نیستن، در اروپا هم هستن. مثلا در انگلیس یه مؤسسه خیلی معروفی هست که اعتبار خیلی زیادی داره، بهش میگن چاتم هاوس. ولی چاتم هاوس یکی از تینگ تنک ها در میان تینگ تنک های بسیار زیادی هست که در انگلستان وجود داره، در آلمان هست، در فرانسه هست، در هلند هست، همه جا هست. در ایران هم وجود داره. در ایران هم ما مرکز این لوگویی که من در این اسلاید گذاشتم مال مرکز تحقیقات استراتژیک هست که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظامه. اونا در حقیقت تینگ تنک هست، در حقیقت کاملا فعالیتشون تینگ تنکیه، با این ویژگی که اینها در خدمت مجمع تشخیص مصلحت هستن و ممکنه حالا به بخش‌های دیگه حکومت هم سرویس بدن یا پژوهش‌هایی که انجام میدن در اختیار بخش‌های دیگر حکومت هم قرار بدن، ولی مجموعه است که بودجش از مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد و زیر مجموعه این نهاد به شمار میاد و مقررات اون نهاد برش حاکم هست. ما مثلا مرکز مطالعات خاورمیانه داریم، وابسته است به وزارت خارجه و در ایران هم اینها هستن. یک چیز عجیب غریبی نیست که اختصاص داشته باشه به آمریکا، گرچه تینگ تنک های آمریکایی یک ویژگی های خودشونو دارن که مربوط به تاریخ آمریکاست، مربوط به دانشگاه های آمریکاست و مربوط نوع، یعنی سرشت دولت، ماهیت دولت در آمریکا که خب متفاوت از ماهیت دولت در اروپا یا در ایران. اینها یه ویژگی های میاره، ولی اساسش این هست. یعنی در این تینگ تنگ ها چه کار میکنن؟ اینها سعی میکنن که درباره مسائلی که مربوط به تصمیم گیری دولته، یعنی دولت امسال 10 اولویت داره، این تینگ تنگ ها سعی میکنن که در زمینه این اولویت ها یا اولویت های آینده نزدیک برای دولت در حقیقت کار کنن، تحقیق کنن. و یا اینکه اگر فکر میکنن که اگر غیر دولتی هن و فکر میکنن یه مسئله خیلی مهمه، مثلا فرض کنید مسئله محیط زیست الان خیلی مهمه ولی دولت به اندازه کافی بهش توجه نمیکنه، یا فلان پژوهش پزشکی خیلی مهمه ولی دولت الان بهش توجه نمیکنه، سعی میکنن راجع به اون موضوع پژوهش کنن و تحلیل و مقاله و کتاب و کنفرانس و اینها در حقیقت تولید کنن و برگزار کنن و توجه دولت رو بهش جلب کنن. بنابراین شما در تینگ تنک ممکنه تحقیقی که انجام میدین یا کاری که انجام میدین مورد استفاده همه قرار بگیره، دانشگاه ازش استفاده کنن، دانشجو ازش استفاده کنن، روزنامه نگاران ازش استفاده کنن و رسانه ها. ولی شما در تینگ تنگ برای تصمیم گیرنده سیاسی فکر میکنین و برای اون مینویسین. یعنی شما میگین خب من اگر جای این تصمیم گیرنده باشم باید چگونه فکر کنم و چه کار بکنم. بنابراین خیلی مهمه که اون تصمیم گیرنده رو بشناسین، یعنی بدونین که اون تواناییاش چقدر هست. نه این مثلا به دولت بگین که آقا تمام سهاری آفریقا رو گل لاله بکار. خب خیلی فکر خوبیه که اگر مثلا در تمام کبیرهای آفریقا گلای لاله مثلا بکاریم، ولی باید فکر کنیم که آیا چنین چیزی ممکن هست در چارچوب توانایی ها، بودجه این دولت، محدودیت های بروکراتیک و اداریش هست یا نه. و همین دلیل هست که اگر شما
اون دستگاه تصمیم گیری رو نشناسیم، در حقیقت در تینک تنک نمیتونیم کار کنیم، به دلیلی که اون چیزی که تولید میکنه در حقیقت به درد اون تصمیم گیرنده سیاسی نمیخوره. بنابراین شما به عنوان یه روزنامه‌نگار میتونین خیلی ایدئالیستی فکر کنین، میتونین ایدئالیستی انتقاد کنین، میتونین حرفای خیلی قشنگ بزنین، میتونین طرح‌های خیلی کلی بدین، ولی به هیچ درد دولت نخوره. در تینک تنک شما ناگزیر هستید که در چارچوب بگید که دولت این کارو میتونه بکنه ولی نمیکنه، و بنابراین ولی میتونه انجام بده، یا این خطا رو میتونست انجام نده و انجام داده، ولی نمیتونید در جایی که دولت مثلا بودجه نداره براش یک توصیه‌ای بکنید که خب دولت میگه خب به چه درد من میخوره. بنابراین این خیلی مهم هست که نوع فکر کردن، نوع نوشتن در درون یک تینک تنک متفاوت با نوع روزنامه نگاری یا حتی به عنوان یک استاد دانشگاه. من میتونم به عنوان یک استاد دانشگاه خیلی حرفا بزنم راجع به خاورمیانه، این رو متهم کنم، اون رو ازش دفاع کنم، راه حل های خیلی رویایی بدم راجع به مشکلات، به خاطر اینکه هیچ مسئولیتی ندارم و در حقیقت مخاطبم هم آدم های مسئول نیستن. ولی شما در تینک تنک دارید با آدم های صحبت میکنید که مسئولیت دارن و در این مسئولیت محدودیت هم دارن، یعنی توانایی هاشون بی اندازه نیست. حالا یک صحبت دیگه اینه که من باید اینو تأکید کنم که فکر میکنن که یک سری از ایرانی ها فکر میکنن که، یعنی اینا رو که میگم به خاطر اینکه اینا رو در فیسبوک جای دیگه خوندم و میگم، یعنی نمیخوام نسبت بدم بگم همه ایرانی ها، نمیخوام بگم اکثر ایرانی ها، میخوام بگم یک عده ای از ایرانی ها که من مشاهده کردم، اینا فکر میکنن که آدمایی که در آمریکا در تینک تنک ها کار میکنن یه سری آدمایی هستن که خب اینا اصلا چیزن، در حقیقت در خدمت دولت آمریکا هستن، بنابراین اینا دنبال منافع دولت آمریکا هستن. اینو من بهش خواهم پرداخت، خیلی بیشتر خواهم پرداخت. خیلی از چپ ها اینو میگن، باز نمیگم همه چپ ها، خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی همین رو میگن که اینا که تو تینک تنک ها کار میکنن اینا در خدمت امپریالیزمن و اینها ضد ایرانی هن، بنابراین اینا که برایشون مهم نیست که ایران چیه، اینا کارشون اینه که توصیه بدن به دولت آمریکا. اینو من بهش خواهم پرداخت. اما یه نکته رو من فراموش کردم بگم، این رو باز بهش اشاره، دو تا نکته رو بگم راجع به تینک تنک ها که باز روشن بشه که تینک تنک ها چی هستن. توی تینک تنک یه کار مهمی که میکنن اینه که من مثلا به عنوان تینک تنکر راجع به یه موضوعی که الان موضوع مهم تصمیم گیری هست، من سعی میکنم یه مقدار عمیق‌تر از یک تصمیم گیرنده سیاسی یا حتی یک کارشناس دولتی به موضوع نگاه کنم. من سعی میکنم پس زمینه تاریخی یک مسئله یا کانتکست تاریخی یک مسئله رو راجبش تحقیق کنم، سعی میکنم که توضیح، ببینید کار تینک تنک یک کاریست که در وسط سه ضلع مهم قرار داره، یک طرفش دولته، یک طرفش دانشگاهه، یک طرفش رسانه است. یعنی من هم باید با دولت سر و کار داشته باشم، هم با دانشگاه باید سر و کار داشته باشم، هم با رسانه، به این مفهوم که من مرتب باید مسائل روز رو باید دنبال کنم، از طرف دیگه باید مرتب با فراورده های آکادمیک و دانشگاهی راجب موضوعی که دارم راجبش کار میکنم سر و کار داشته باشم، از تحقیقات دانشگاهی در زمینه کارم مطلع باشم، و از اون طرف هم با دولت تعامل داشته باشم، یعنی ببینم دولت چگونه کار میکنه، چگونه تصمیم میگیره، تواناییاش چیه، محدودیتاش چیه، اولویتاش چیه، و بنابراین کاری که من میکنم بتونه به درد دولت بخوره یا به کار دولت مرتبط باشه. بنابراین من کسی هستم که هم از اون، یعنی دارم به صورت ایدئال میگم، هم از اخبار روز و تحلیل‌های روز باید آگاهی داشته باشم، هم از دستاوردهای آکادمیک در زمینه مسائل خودم آگاه داشته باشم، و هم از نوع کار دولت. و این کار بسیار خیلی دشواری است، یعنی مثل رانندگی که شما هم آینه جلو رو دارین میبینین، هم همزمان باید دوتا آینه بغلتون رو ببینین، شما هم باید آکادمیا یا دانشگاه رو باید مدام به روز باشین در زمینه کاراشون، هم رسانه رو باید مرتب دنبال بکنین و هم دولت رو، این سه تا آینه رو باید مرتب ببینین تا یک تینک تنکر خوب باشین.
در تینگ تنک غیر دولتی، یعنی تینگ تنکی که مال دولت نیست، منابع تحقیق همه اوپن سورسن. یعنی چی؟ یعنی که منابعی هستن که همه آدم ها بهش دسترسی دارن، یعنی روزنامه ها، کتاب ها، آرشیف های از طبقه بندی خارج شده دولت، کتابخونه ها و غیره. ما که در تینگ تنک کار میکنیم به هیچ وجه اجازه نداریم که مثل هر شهروند دیگه که به اسناد محرمانه دولت دسترسی داشته باشیم، مگر اینکه من کارمند دولت باشم، یک سری به اصطلاح مراتب اداری رو طی کرده باشم، بتونم به اسناد محرمانه دست پیدا کنم. ولی اگر به اسناد محرمانه حتی اگر دسترسی داشته باشم، در کاری که برای تینگ تنک میکنم حق ندارم از اون اسناد محرمانه استفاده کنم یا حق ندارم به اون اسناد محرمانه ارجاع بدم. بنابراین به عنوان یک تینگ تنکر وقتی که من مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، استدلال میکنم، همواره باید به نحوی برای شما استدلال کنم، به نحوی برای شما بنویسم که شما بتونین راجع به درستی یا نادرستی تحقیق من یا تحلیل من قضاوت کنین. من نمیتونم به شما بگم آقا من یک سری اطلاعات محرمانه دارم که دولت ایران یا دولت آمریکا یا دولت فلانجا میخواد فلان کارو بکنه. این کار تینگ تنک نیست. این ممکنه کار یه روزنامه نگار باشه، یه روزنامه نگار پژوهشگر یا اینوستیگیتر جورنالیست باشه، بره یه تحقیقات عجیب غریبی بکنه، یک اسراری رو فاش بکنه. ما در تینگ تنک ها با اسرار سر و کار نداریم. ما در تینگ تنک ها با اطلاعاتی سر و کار داریم که برای همه در دسترس هست. منتها این اطلاعات یه بخشش تو دانشگاهه، یه بخشش تو رسانه است، یه بخشش هم کار تحقیقی است که ما خودمون انجام میدیم و همه میتونن از این منابعی که ما داریم استفاده کنن و در دسترس همه هست. بنابراین در کار تینگ تنک داده ها مهم نیستن، اطلاعات مهم نیستن، بلکه پردازش اون داده ها و آنالیز اون داده ها مهم هستن. و ما به نحوی روش شناسی که ما داریم به نحوی است که در دانشگاه نیست، در رسانه نیست و دولت هم نداره. بنابراین به نحو خاصی ما اینها رو تحلیل میکنیم و مخاطبمون در حقیقت دولت هست. این تحلیل ها به نحوی هست که به درد دولت بخوره. We'll be right back.